جواب کامل از موجود کامل میاد، یعنی خداوند. خلق الانسان ضعیفه، انسان ضعیفه، بنابراین جوابی هم که بده در حد خودش، احیانا در حد گوی سؤال کننده. میگن در زمان شاه عباس یه منبری بود 40 پله داشت، این و آجون نمیدونم اینایی که میرفتم حرف بزنم هر کنو برداده که برا خودشون در چه قائل بودم میشستم، یکی در پیه سوم میشست، یکی در پنجم، یکی ششم، یکی هر کنو. شیخ بهایی که گاهی به ندرت میخواست صحبت کنه اینا میرفت پله 40، آخرین پله. یکی برش ایراد گرفت، گفت آقا همه به اندازه علمشون میرن بالا از مرسی، توی مرسی میری پله 40؟ گفت بله، من به اندازه علمم میرم به پله 40. اگر قرار بود به علت به اندازه جهلم برم باید نردبونی میداشتم که آسمون من میرفتم اون بالا. این اول نه. اما حضاجه به قرآن پرسیدم چون قرآن و زمان پیغمبر مثلا جمع نشد یا کلانه شد چند جمع جواب داره. اولا برنامه آمدن قرآن منتشر شدن رو که ما براش برنامه سازمان برنامه تعیین نکردیم که چه برنامه اینجوری شد، همه به ما اینو خواستن بدن. گفتن به شما یه قرآنی میدیم که اینجوریه، خدا گفته. این اولش، بنابراین هر چه هست همین قرآنه، اون چه خدا خواسته به ما بده همین قرآنه که ائمه امام گفتن که قرآن همینی که بین این دو جلد کتاب هست، یعنی نه اضافه شده برش نه کم شده. حتی یکی از دوتا از علمای شیعه هم یه ایرانی گرفتن گفتن که آیا سوره بوده به نام علی آیاتی بوده حرف شده اینا، همه علمای دیگه حمله کردن انتقاد کردن که حرف چیه میزنی؟ از در تاریخ هم نباخت. اما اون چه بخاطر ما میرسه مردم اون وقت خیلی
حافظه تندی داشتند. هیچ کدوم هم خودشونه مأمور تبلیغ نمیدونستن که قرآن رو حفظ کنن، برای این که همه جا بگن قرآن حفظ میکردن میگفتن و برای خودشون تربیت شد. یه آیه یا یه سوره هم که نازل میشد به هم بشارت میدادن، به هم بشارت میدادن. اونی که شنیده بود ممکن بود هفت ده پونزده نفر همون وقت شنیدن از خود پیغمبر، به دیگران که نبودن بشارت میدادن که امروز هم آیاتی نازل شد، آیات اینه. میخوندن من تمام مسلمان ها هر کدومشون یه چیز بودن، نمیدونم کامپیوتر یا چیه، خلاص حفظ داشتن همه آیات قرآن. هیچ آیه قرآن نبود که چیز. بعد ها به خیلی ها چم و وقت هم چم هم میکنن. علی علیه السلام از همه اول مشغول جمع آوری قرآن بود، غیر از حفظش که خود حضرت داره. حالا شخصا تصمیم گرفت یا پیغمبر فرموده بودن فرق نمی کنه، چون علی نفس پیغمبره. در اون آیه که میگه تعالو نبتن و انفسکم انفسنا و انفسکم فنبتهل فنجعل لعنت الله. نفس خود و نفوس خود ما و نفوس شما کفار. نفوس ما یعنی پیغمبر و علی، این دو تا یکی. در این آیه در سوره مباهله راجب مباهله هم دیگه هیچ تردیدی نیست، همه حفظ کردن، چون واقعاشون براشون واقعی مباهلن براشون مهم بود. بنابراین این که علی حفظ کرد اینجوریه. و اما به یه احتمالی چرا پیغمبر دستور نداد؟ پیغمبر هرچه میگفت به امر الهی بود. امر الهی این بود که این آیات رو بخون برای مردم. پیغمبر هم امر رو اطاعت کرد. امر دیگری نبود به پیغمبر و امر دیگری خودش هم نکرد. حالا میگین خود پیغمبرم خوب بشری بود، استدلال داشته، میفهمید که باید این آیات حفظ بشه، چرا نگفت؟ محتاج به گفتن نبود. وقتی من میبینم که مثلا اینا حالا که سه تا اینجا هست، میبینم بیست تا بلکه میبینم چه هست جلو صحبت من و چندین عکاس از چه طرف. خب اول که صحبت کنم گم حرفای منو نگه دارید، حفظ کنید و اصلا میبینم که دارن حفظ میکنن. پیغمبر میدید که دارن چه میکنن، محتاج به گفتن نبود. و با همین جهت به اصطلاح بود که قرآن حفظ شد. خب اگر ما که معتقدیم به آیه قرآن، خود قرآن میگه اِنَّا اَنزَلْنَا الذِّكْرَ
و انا له لحافظون. ما خودمون اینو فرستادیم خودمون هم حفظ کنیم. شما کی هستید که بخواید ذکر که ما جز کردیم حفظ کنیم؟ خودمون حافظشون. انا انزلنا الذکر و انا له لحافظون. چقدر قرآن ها چاپ شده، چقدر قرآن ها نوشته شده، هیچ کدومش نگفتم غلط. یه نگرانی ناراحتی که ممکن ایجاد بشه اینه که بعضی قرائت های مختلف، مثلا در سورایت بعض قرائت ها میگن ما در سوره هم میگن مالک یوم الدین، ما اینجور میخونیم. بعضا میگن ملک یوم الدین. این به علت این است که ملک ما الان بعد نوشته هست از تفاوت رسم الخطی که ما داریم حالا با اون وقتا همین ملک رو می نوشتن یه الف علامتون بالا می داشتن شد مالک یوم مالک. اینه که بعضی همون ملک می خونن بعضی مالک، هیچ هم معنی نکردن که اینجور بخونید. هر دوش تقریبا یه معنی میده مالک یوم الدین و مالک یوم الدین. در قرائت خوب سایر چیزا همینه. این قرائت سبعه که میگن قاریان هفتگان، هفت نفر بودن که هر کدوم بر حسب لهجه خودشون قرآن میگن. قرآن هم خوب یک کتابی است به زبانی زبان عربی، مثل که ما خیلی کتاب ها داریم به زبان فارسی، فرانسه، انگلیسی. نه لهجه های قدری فرق میکنه ولی همه میدونن این تغییراته. خب مثلا در اونجای در ولایت ما میگن برای این کاغذ برای شما. چهار قدم اومدتر در خواب اونجا میگن بی، این کاغذ بی شماست. این به هیچ وجه رخنه در بین مردم پیدا نکرده، یعنی موجب رخنه در چیز نشده. این کار زبانه. اگر هم کسی فکر میکنه در این رخنه ایجاد میکنه، بره به معنایش. یه بدختی ما میگه برای، یه خافی میگه بی. هر دو شما که بشنوید دو جور میشنوید، ولی اون کسی که میگه و اونهای دیگه همه هیچ بین اینا فرق نمیکنن، نمیذارن. چرا؟ چون معنایش رو در نظر گرفتن، بعد معنایش دست رو پیدا کردن و در اون معنا برای و بی معنا میده. حالا کسی هم که از قرآن میخواد، اینم که میگوید مولا میگه ما از قرآن مغز را برداشتیم پوست را بر خران بگذاشت. من البته این عصبانی بوده در
مثل دومش عصبانی بوده، با عصبانیت حرف زده. ولی من چیز اولیش همون که ماز قرآن مغز را بردار. برای و بی مغزش رو بردارید یکیه، هر دوش یکیه. هیچ نگرانی از این دست نداره. خیلی چیز اومد در طی تاریخ که ما را از معنایش دور کنه. از مغز دور کنه. قرآن چند تا الف داره. خیلی خوب خوبه به عنوان سرگرمی اینا، ولی جزه معجزات قرآن نیست که قرآن 6666 تا مثلا میگن آیه داره. اینا خوب تفریح زیادی مثل کسی که فرض کنید پرتقال نارنگی اینا دوست داره، وقتی هست جلوش نه وقت نداره بخور، همینجور باش بازی میکنه نارنگی یا پرتقال. اینا قرآن مغزشو نمیخوان، بازی میکنه. عرفان مغزشو میخوان، پوستش هم بنده نمیدازه دور. به قوله مولوی پوست را بر خرام بگذاشته، پوستش هم نگه میداره. هم ظاهر عبارت قرآن و هم معنای قرآن. علی که فرمود من قرآن ناطقم یعنی چه؟ اون وقتا که چیز نبود، از این حرفا اینا نبود که ناطق باشه، خود علی منظورش این باشه. قرآن یک کتاب، علی که کتابی نیست، علی یه انسان دیگه. من قرآن ناطقم، یعنی اون مغز قرآن هستم که میتوانم خودم نشون بدم خودمو. ناطقم میتونم، فرض کنید من این است که عرفان بسیاری از این مشکلات رو حل کرده و نگذاشته که دشمنان این مشکلات رو به وجود بیارن. خب از این قبیل مشکلات و ارادات خیلی میتونن بر هر چیزی بگیرن، اونایی که فهمش رو ندارن. خب در قرآن میگه که مثلا در مورد قصاص، که قصاص نفس چیه؟ قصاص عضو چیه؟ اینا خیلی جا میگه سعلیهم چه؟ دیتون مسلمتون الاهلا، دیه مسلمی، دیه ای که تسلیم کنه مسلمی به اهل. چیه این دیه؟ قرآن نمیتونست بگه پنج رو شطر، شش رو شطر. چرا نگو؟ چون قرآن که برای ما که نبود، قرآن برای اون جنگلی های آمازون و اینا هم بود که ازش شطور ندیدن. اینه که نفرمود شطور، فرمود دیتون مسلمتون الاهلا، یه دیه ای باید بدی. بله این حرف هست که بحث بهش آمد که دیه. خب ما قرآن نگفته، من چی بگیم پس؟ دیه ای باید بدیم، چی بدیم، چی کار کنیم؟ خود خدا گفته در همونجا
زمان پیغمبر گفته، هر چه پیغمبر گفت همون برای بعدها زمان دوری فرموده است که مؤمنین امرهم شورا بینهم، هر کاری داشتن با مشورت بین خودشون حل کن. این دیم. یا در همونجا میگه برای بعضی ها و تحریر و ربغت مؤمنت، گردن مؤمنی را آزاد کنه. یعنی چه؟ گردن مؤمن را آزاد کنم، اون وقتا خب یعنی اینکه غلامه آزادش کنم، بخره آزاد کنم، که این خودش ثوابم داره. ابوبکر میگن 45,000 دینار ذخیره داشت، همش در راه اسلام خرج کرد. همه ثروتمند بود نسبتا، همه غلامانی که اسلام می آوردند ابوبکر می خرید، آزاد می کرد. که اگر خطاهای دیگش نبود شاید این خصلت برای نجات او کافی بود. سلمان فارسی او خرید. آخر تعصبات وقتی چیز میشه ما میگیم سلمان فارسی، اینا به روی تعصب چیز میگن سلمان محمدی. درست پیغمبر فرمود سلمان من اهل البیت، سلمان من اهل البیت، ولی اون چه در اون ایام میگفتن میخواستن بگن برو سلمان صدا بزن از خونش، میگن برو سلمان فارسی صدا بزن. این دیگه اسم تعصب نداره. سلمان رو او خرید. بلال رو او خرید. او خرید آزاد کرد. از این قبیل خرید. ولی حالا که غلام و کنیجی نیست، پس این ایراد بر قرآن ممکنه بگیرن که تحریر رقابتن چیه؟ از این چیزا خیلی هست. ولی همون اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. گر از عشق برون آید به ما بودن فرون آید، ولی کن ما و من گفتن به عشقت در نمی دارد، ولی کن ما Thank you.
مسکن در ره عشق تو، از پای آمدم تا سر، از پای آمدم تا سر، چنان بی پا و سر گشتم، چنان بی پا و سر گشتم که پای از سر نمی دانم. چنان بی پا و سر گشتم که پای سر نمی دانم.